اگر بسیاری از مردم از فضایل بعضی از ماه‌ها غافل می شوند، اما مسلمان حریص از آنها غافل نمی شود و از آنها ماه شعبان می باشد. و از اسامه بن زید می فرماید، گفتم ای رسول الله، تا به حال ندیدم هیچ ماه از ماه‌های سال را مثل شعبان در آن روزه بگیری. فرمودند، آن ماه شعبان مردم از آن غافل می شوند و بین رجب و رمضان می باشد و در این ماه اعمال به سوی الله عرضه می شوند و دوست دارم که عمل من وقتی به الله عرضه می شود من روزه باشم و روزه شک در این ماه حرام است و آن 30 روز شعبان است. پس اگر اعمال در این ماه شعبان بر الله عرضه می شوند باید از کارهای نیک زیاده روی بکنیم و آنها را انجام دهیم که صحیفه کارهای من به صورت نیک عرضه شود و همانا مسلمان اگر ماه شعبان وارد شود رو به قرائت قرآن می آورند. و سلمه بن کحیل می فرماید که ماه شعبان ماه قاریان قرآن است و همانا مسلمانان زکات مال خود را در این ماه استخراج می کردند که سبب تقویت فقرا و مساکین برای روزه ماه رمضان بشود. و از ویژگی های ماه شعبان این است که زنانی که غذای روزه ماه رمضان گذشته را داشتند می توانند در این ماه شعبان روزشان را تسویه کنند و همانطور که بر عمل صالح در این ماه مواظبت می کنیم به یاد داشته باشیم که از بدعت ها در این ماه پرهیز کنیم و از این بدعت ها تخصیص روز 15 شعبان برای روزه و یا بر پایه جشن و عبادت های خاص در این روز، چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید هر گونه نوآوری در دین بدعت است و هر بدعت مایه گمراهی است و هر گونه گمراهی موجب جهنم است.